سلام، با گزیده ای از مهمترین اخبار امروز شنبه 20 اردیبهشت ماه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. بر اساس آخرین آمار در 24 ساعت گذشته 18 نفر دیگر در استان کرمان به کرونا مبتلا شدند و بدین ترتیب شمار کل مبتلایان به 929 نفر رسید. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت سالن‌های آرایش فقط مجوز ارائه خدمات دارند و نمی‌توانند کلاس آموزشی برگزار کنند. این در حالی است که مدیر کل فنی و حرفه‌ای برگزاری کلاس‌های آموزشی در آرایشگاه‌ها را تایید کرده. در ششمین روز تجمع کارگران زغال‌سنگ، یکی از خواسته‌های کارگران با حضور 20 تن از نمایندگان آنان در اداره کار کرمان بررسی و مقرر شد رئیس صندوق بازنشستگان یا معاون وزیر کار برای پیگیری موضوع به کرمان بیاید. رئیس سازمان مدارس غیر دولتی در واکنش به عدم پرداخت حقوق معلمان در ایام تعطیلات کرونایی مدارس گفت معلمانی که حقوق نگرفتند به سامانه 43.17 گزارش دهند. مدیرعامل باشگاه گلگهر سیرجان به شایعات مربوط به تمرین مخفیانه تیم گلگهر در روزهای گذشته واکنش نشان داد و از سازمان لیگ خواست مسابقات باقی مانده لیگ 19 را به ابتدای فصل آینده موکول کند. سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان کرمان با توجه به چرای غیرمجاز دام در مراتع گفت از ابتدای سال 31 پرونده چرای غیرمجاز دام در شمال استان کرمان به دستگاه قضایی ارسال شد. رئیس سازمان خصوصی سازی از پایان مهلت تعیین روش مدیریت سهام عدالت تا 20 روز آینده خبر داد. به گفته وی ساعت 24 روز 8 خرداد 99 آخرین مهلت اعلام نحوه مدیریت سهام عدالت است. فردا هوای کرمان صاف تا کمی ابری است. دمای هوا هم بین 16 و 31 درجه سانتیگراد متغیر است. شما هم میتونید سوژه‌های خودتون رو از طریق پل‌های ارتباطی ما که اینجا مشاهده می‌کنید برای ما ارسال کنید و با ما در ارتباط باشید. تا بسته خبری دیگه، خدا نگهدار.